ها گرفتم تا در این قوامت که تنها من تماشاگر این باشم به پیمان بستم که این را به شما نمایش خواهم داد تا همه با هم بنگریم. گروه از زرتشتیان با جامعه های سپید که یکی از نشان ایرانی است و نشان فروهر ایرانی و پرچم شیر و خورشید نشان در دست، گروهی از سوارکاران ایرانی از دوره های گوناگون ایران، ستون های تخت جمشید، آنها میکوشند تا ستون های تخت جمشید ما را با رطوبتی یا نمی که از سد سیون برخواهد خواست ویران کنند و این فرزندان ایران، این فرزندان کوروش بزرگ در آمریکا در دل نیویورک ستون های تخت جمشید را با خود جابجا می کنند. ای کاش بشود که برای نوروز آینده من از همکنون از پایگاه یک فرزند ایران از همه شما ایرانیانی که در اروپا هستید، حتی کسانی که در کانادا هستید به سر میبرید، در آمریکا شهرها و استانهای گوناگون، از همکنون نام نویسی کنید، بروید همه خیابانهای نیویورک را پر کنید. اگر خود نمیتوانید در شهرهای خود چنین کاری را سازماندهی کنید، اینک که این گروه از بهترین زنان و مردان ایرانی در شهر نیویورک این کار رو کرده اند و چند سالی است که دست پوشش خود باز نمی نشینند با چه هزینه سنگینی که می کنند. بروید دست کم، اگر هیچ یاری نمی رسانید، دست کم یک درفش شیر و خورشید نشان در دست بگیرید و با آنان در راه رفتن همازور شوید و نوروز را با آنان بگذارید. همان گونه که یکی از این گروه وشتندگان یا واژه وشتنده به جای رقصنده هست و وشتیدن به جای رقصیدن، این گروه از لس آنجلس رفتن، من نمیدانم به درستی همین گروه هست یا گروه دیگری، ولی میدانم یکی از گروه های بانوانی که به این زیبایی دستفشانی و پایکوبی میکنند و میوشتند، اینها از لس آنجلس به نیویورک رفتن. درود همه زیبارویان و همه خوبان ایرانی بر شما باد که راه دراز لس آنجلس تا نیویورک رو رفته اید و همه سالی می روید. و بشود که از شهرهای دیگر نیز چنین کنند، گروه های هنری بروند بپیوندند و همه ساله این جشن با شکوه هرچه بیشتری برپا شود، به گونه‌ای که بسیاری از دیگر خیابان‌ها و جاده‌های شهر نیویورک رو از کار بیندازند. پر بشود از زنان و مردان شادی بخش ایرانی با این رنگ‌های بسیار زیبا و با این دستفشانی های دلنگیز. این است آن جنگ‌ابزاری که در دست ماست، این است آن چیزی که 1400 سال تازیان پوشیدند از میانه برش دارند، که من پس از پایان این فیلم در بخش دوم سخنان مطهری، سخنان خمینی، سخنان آن روانسوخته‌ای به نام ابو حامد محمد غزالی، به ویژه مطهری و مشکینی، همه اینها را خواهم گفت برای شما که چگونه اینها کوشیدند تا آیین نوروزی را براندازند. و هنگامی که نتوانستند حتی کوشیدن مصادره اش کنند که بگویند آری نوروز همان روزی است که حضرت علی به خلاف به امامت میانه به خلافت برگزیده شد، نوروز همان روزی است که حضرت سلیمان انگشتره‌اش را گم کرده بود پیدا کرد، نوروز همان روزی است که حضرت آدم آفریده شد، نوروز همان روزی است که کشتی نوح بر کوه نشست. و از این یاوه ها بسیار، ولی ملت ایران گوشی برای این گونه دهان یاوه گو نشد و نخواهد شد. ملت ایران میگوید از زمانی که تاریخ نبود نوروز بود، و تا زمانی که زمین می جنبد نوروز خواهد بود، و تا زمانی که ایران برجاست و نام زیبای ایران بر پیشانی جهان می درخشد، ایران این نوروز را همچنان عرج خواهد گذاشت و پسران و دختران و خوب ایران همه ساله در هر کجای جهان که باشند نوروز را عرج خواهند گذاشت. در این غم ما که در همین شهر لس آنجلس، هنگامی که یکی از شادروزهای ایرانی با یکی از روزهای سوگواری تازی برابر می شود، همین بنیادهای ایمان و نیپاک و نمی دانم چه و چه،
این مهرگان است که مهرگان زیبای ایرانی را در زیر پای رمضان سر می برند. در این قما که شما فرزندان خوب ایران زمین بی نگاه به این گونه ارزش‌ها و به این نبرد، به جای اینکه ماه رمضان را در زیر پای مهرگانتان قربانی کنید، مهرگانتان را در زیر پای رمضان قربانی می‌کنید و آنان می‌توانند مهرگان را یک ماه جابجا کنند و پسش بیندازند، ولی روزی که برگزار می‌کنند باز هم 14-15 هزار تن انسان می‌روید تا گواهی بدهید که کار آنان درست است. اگر یک سال نروید، آنان را تنها بگذارید و نشان بدهید که ایرانی ایرانی می اندیشد، ایرانی شادروزش را فدای سوگواری های تازیان نمی کند، آنگاه آن یا به پردازان ایران ستیزان نیز از کردکار خود باز خواهند ایستاد. ولی سهل انگاری ها و زشت انگاری های ما هست که آب به آسیا به دشمن می رسد. همین چند سال پیش هنگامی که مهرگان با کشته شدن علی این همان شد، همزمان شد، مهرگان را یک ماه عقب انداختند و شما ایرانیان لس آنجلس و به ویژه کسانی که در اورنج کانتی و ارواین زندگی میکردید هیچ واکنشی جانانه از خود نشان نداد. این است آن شکستی که ما گام به گام و سنگر به سنگر به سود تازیان پس نشستیم، ولی امروز می رود تا ملت ایران با بیداری و آگاهی گام به گام، سنگر به سنگر به جنگت و سنگر به سنگر بکشاید دروازه های پیروزی را به روی خود و به روی فرزندان آینده خود. بنگرید زیبا ایران، درود بر شما، درود بر شما. دوستان، یاران گرامی، از اونجایی که زمان بیش از 20 دقیقه برای من بر جا نمانده است، کوشش میکنم همزمان با همین نمایش این فیلم به شما برخی از زشتکاری ها و ناراستکاری های ایرانیان تازی پرست را به شما نشان بدم. برای شما میخوانم سخن مشکینی را، آیت الله که به راستی آیت الله هست، یعنی نشان الله هست بر روی زمین. گاهی من گمان می بردم باید به اینها گفت آیت اهریمن، ولی دریغ است، اهریمن، اهریمن بسیار زیباتر است. اینها همون آیت الله هست، آیت الله مشکینی، سرپرست سطورگاه اسلامی یا همون مجلس خبرگان، می گوید یکی از مشکلات ما سال شمسی است. در مقایسه سال قمری با سال شمسی، خب خواهش میکنم پیش از که من این رو بخوانم، زمان هست هنوز، صدای روان سوخته به دوزخ شتافته آیت الله مرتضی مطهری رو پخش کنید. خوشحالم که زمان ماند تا ما صدای این روان سوخته رو بشنویم، ببینیم که او در باری نوروز چه میگوید. نیاکان ما در گذشته چنین میکردند، ما هم چنین میکنیم. چهارشنبه آخر سال میشود، آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند میشود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، بسیاری از خانواده های احمق ها دیالله